بی خودی داری شلوغش میکنی. من آخرش هم نفهمیدم چه اشکالی داره نازنین و ناصر با هم آشنا شن. هیچ اشکالی نداره. من دارم میگم من تا موقعی که خونه نرفتم دلم نمیخواد اونا با هم روبرو بشن. همین. حالا روبرو بشن چی میشه مگه؟ چی میشه؟ تو که ناصر رو میشناسی. کم تا حالا گند زده به زندگی. یه مدت نبود خیالمون راحت بود. خانم شیرزاد. بله آقای دکتر افشار. دکتر افشار ایشونم. بله آقای دکتر افشار. چی شد خانم؟ چی شد؟ مریضا رو کنسل کردی؟ بله. من تبریک میگم. کم کم دارم امیدوار میشم. پس من برم به کارم برسم. ببخشید فرخ خانم کرباسی تماس گرفتن گفتن اگر پانسمان دماغشون خیس باشه اشکالی نداره. نه چه اشکالی داره؟ حالا بعدن خوش میشه. گفتی دماغشون. بله دیگه خانم کرباسی که دماغش عمل کردین؟ خانم شیرزاد دماغ خانم کرباسی رو بنده عمل کردم. مطمئنی؟ با این حساب من امروز میتونم برم استراحت کنم دیگه. یعنی چی؟ اینجوری که پیداست خانم شیرزاد به جای اینکه بیماری شما رو کنسل کنم بیماری بنده رو کنسل کرد. خب اینطوری من بدبخت شدم که. حالا من چیکار کنم؟ خانم بفرمایید تا جایی که میتونید کنسل کنید. بفرمایید. بله چشم. بفرمایید. کار دیگه نداری؟ نه خیر بفرمایید. خانم شیرزاد در اون طرفه بفرمایید. من الان کاملا آمادگی دارم که اینو بکشمش. چای بیارم؟ نه خیر. خیلی خب بابا این دیوونه بازی ها رو در نیار. با تمام حرفایی که زدی ها به نظر من هیچ اتفاقی نمیافته. هیچ اتفاقی نمیافته. زندگی من رو حواس میگه هیچ اتفاقی نمیافته. کجای زندگی تو رو حواس؟ زندگی من رو حواس به خاطر اینکه زندگی ناصر رو حواس. و وقتی زندگی ناصر رو حواس یعنی اینکه نمیتونه آرامش و راحتی منو ببینه. حالا فهمیدی؟ ببین خیلی بد آدم راجع به برادرش اینجوری حرف بزنه. ناصر ممکنه که بعضی وقتا اشتباه بره، سر به راه نباشه، قابل اعتماد نباشه یا حتی بعضی وقتا خلاف کنه. ولی هرچی باشه برادرت دوست داره. میدونم اما مسئله واکنش‌های ناخودآگاهیه که بد دردین. وقتی برادر بزرگترم میبینه که من ازش موفق‌ترم، خوشبخت‌ترم، خوش‌تیپ‌ترم، تحصیل کرده‌ترم، همه منو دوست دارن، خب ممکنه یه واکنشی از خودش نشون بده دیگه. اینا رو عمر راجع به خودت میگفتی؟ به چی می‌خندی؟ هیچ چی ادامه بده. مسخره است نمیشه با تو حرف زد. آقا نیما داری مزخرف میگی، داری چرت و پرت میگی عزیز من. من دارم چرت و پرت میگم؟ تو قضیه پروانه رو یادت رفته؟ کدوم پروانه؟ خانم ما داریم خصوصی با هم حرف میزنیم. بفرمایید. ببخشید. پروانه کیه؟ بابا دختر همسایه‌مون، دختر اختر خانومو میگم. ما حتی قرار نامزدیمون هم گذاشته بودیم. آه چی شد بهم خوش؟ چی شد؟ من بهت میگم چی شد. به 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 آقا دامادم تشریف آوردن. ببخشید که دیر شد. آخه مرد حسابی آدم یه خانم محترم رو تو پارک یه رو معطل میذاره. تقصیر این گل فروشه بود. کش خودشو تا یه دست گل بده. تو اینجا چیکار میکنی؟ بفرما عوض تشکرشه. داشتم اینجا رد میشدم دیدم پروانه خانم اینجا نشستم منتظر جناب عالی، گفتم بیام تنها نباشم. خب من دیگه با اجازهتون رفع زمانه. ممنون از حرفاتون، خیلی کمک کردید. بابا خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ وظیفه است. شما هم خواهر ما. اگه میشه برو اون بر دیگه. بفرمایید خدمت شما. اصلا قابلی نداره، البته شما خودتون گلید. ممنون، لطف دارید. خواهش میکنم. به همه همینو میگید؟ ببخشید ناصر چیزی گفته؟ مگه مهمه کی چی گفته؟ آخه شما این ناصر رو نمیشناسید، از بچگی حسادت منو میکرد. برای سمیرا از همین گلا گرفتی؟ سمیرا؟ دختر خانم مظلومینه که هفته پیش خواستگاریش بودین. من راجع به اون میتونم بهتون توضیح بدم. ببینید اونم فردای روزی که اومدین خواستگاری من. فرداش بود؟ شما مطمئنی؟ من فکر کنم که پس فرداش بود. من احمقو بگو که گول آدمی مثل تو رو خوردم. اجازه بدید من توضیح میدم. خواهش میکنم خانم. خانم خواهش میکنم. تو واقعا این کارو کرده بودی؟ چه کاری رو؟ چه کاری رو؟ همین که رفتی فرداش خواستگاری یه نفر دیگه. ببین
ما الان راجع به ناصر داریم حرف میزنیم. نه میخوام بدونم اگه واقعا این کارو کردی یا خیلی بیشور. بی ادب این چه طرز حرف زدنه؟ تو اولین بار رفتی خواستگار یکیش، همون اولین بار میگیریش؟ شاید یکی بهتر پیداش. من منطقی بودم، داشتم انتخابمو میکردم. مرد حسابی، مگه رفتی هندونه بخری؟ منطقی نیستی دیگه، منطقی نیستی. اصلا ولش کن، ما داریم حرف ناصر رو میزنیم. از کجا معلوم اصلا ناصر بهش گفته باشه؟ شاید از یه جای دیگه شنیده باشه. از کجا؟ رفتن دیدم آقا نشسته اونجا داره بلبل زبونی میکنه. تو باشی فکر دیگه ای نمیکنی؟ من اصولا احتمالات دیگرم بهش فکر. بله، احتمالات دیگه. خب بله، منم اگه اولین بار بود ممکن بود به احتمالات دیگه فکر. مگه بازم بوده؟ شقایق رو یادت که دختر اختر خانم رو میگم، ما حتی قرار نامزدیمونم گذاشته بودیم. آها، همون دختر خانمی که یه خورده دماغش بزرگ بود. دماغش خیلی هم خوب. نه جون تو، من علکی نمیگم که، یه عمل کوچیک لازم داشت، یه خور این قزروفش کج میشه. ول کنی این دماغو، من دارم راجع به ناصر حرف میزنم. بگو چی شد. سلام. به 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 به، آقا داماد بالاخره تشریف آورد. تو خجالت نمیکشی یه خانم محترمو یه ساعت تو پارک میکاری؟ من معذرت میخوام، حالا که میخوای زن بگیری آدم شو. خب من دیگه با عزتون رفع زحمت ببینم چی کار میکنی. سلام، بفرمایید. قابل شما رو نداره. چیزی گفت بهتون؟ یه احساس. شقایق، خواهش میکنم. شقایق خانم. ای بابا، حالا مطمئنی این دفعه هم ناصر رفته یه چیزی بهشون گفته؟ نه، پس اتفاقی بوده. کاش فقط همین دوتا بود. ببین منو، مگه بازم بوده؟ ها؟ کیمیا؟ بی‌حیا. سیما. چشم رو. فرشته. بی سفر. مریم. برو. خیلی آدم ناجوری بودی یا میدونی، یه آدمایی مثل تو رو عکسشون رو میندازن توی روزنامه صفحه حوادث، زیرش هم مینویسن شیادی که دختران دم بخت را اخفای. شیاد چیه؟ من واقعا قصد ازدواج. خب تکلیف اولی رو مشخص میکردی بعد میرفتی سراغ بعدی. ببین، تو اگه خواستی زن بگیری برو همون اولی رو بگیر. باشه، من به محکم کاری اعتقاد دارم. اگه ناصر گن نزده بود خودم میتونستم یه جوری جمع جورش کنم. من نمیدونم، اصلا نمیتونم بفهمم، مگه میشه یه برادری با برادرش این کارا رو بکنه؟ حالا هر چقدرم سابقه دار باشه، من اصلا فکر میکنم چون که اون تفلک سابقش خرابه تو همش بهش شک داری. اگه همچین آدمیه که تو میگی، چرا رابطه تو و کتی رو به هم نزد؟ آخه تفلک ناصر، ببین دیگه داری مزخرف میگی یا مشکلات تو و کتی رو من از همون اول در جریانش بودم. اگه تقصیر ناصر ننداز، رابطه تو و کتی رو از همون اول مزخرف. مزخرف نبود که، ما فقط یکم با هم تفاهم نداشتیم. همین. چرا یکم مزخرف؟ آه، که اونم تقصیر ناصر. ببین برای من مغلطه نکنه، من خودم روانشناسم، الانم نمیگم تقصیر ناصر بود، ولی تیر و خلاص اون زد. یعنی چی؟ ببین، یادت من و کتی قرار گذاشتیم که بریم محضر با هم حرف بزنیم، یه دو هفته به هم فرصت بدیم. ببخشید، کتی کدوم یکی بود؟ خودتو لوس نکن دیگه. خب بگو. به 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 به، آقای دکتر خوش اومدی. مطبع کتی بودی؟ نه، چطور مگه؟ داری از اینجا میای بیرون؟ ها، چرا سوال احمقانه میپرسی؟ مطبع کتی خانم بودن؟ الان هم دارم میام بیرون دیگه. چی کار داشتی؟ یه مدت خواب خرس میبینم. خرس؟ خرسای گونده. میدونی که آدم چقدر ناراحت میشه. گفتم بیام پیش کتی خانم، بلکه قرصی چیزی بهم بده. چرا به من نگفتی؟ میخندی؟ آقا تو دکتری؟ خواهش میکنم ببین، علکی واسه من ادای دکترها رو در نیار. من باید برم، با بچه ها قرار داریم بریم باقی که رفقا خوشگذرونی. با اجازه. دکتر،
آصف. حالا بهت ثابت شد؟ والا چه عرض کنم، در اینکه شما خانوادگی نرمال نیستین شکی نیست، در این مورد هم نتونستی من بایسته ببینم. تو از کجا میدونی که ما خانوادگی نرمال نیستیم ها؟ اصولا تعریف تو از خانواده نرمال چیه؟ بگو باز شروع شد. آقا جون غلط کردم. غلط کردم چه؟ یه حرفی زدی باید پاش بایستی. اول باید یک تعریف درست حسابی از یک خانواده نرمال به هم ارائه کنیم و البته این نکته را نباید فراموش کنیم که اصولا چنین تعریفی باید به لحاظ موقعیت جغرافیایی و خواستگاه‌هایش. وسط بحث آدم زنگ میزنه. خدا رو شکر یه نفر زنگ. وایسا سر جات. هنوز تموم نشده. دکتر افشار بفرمایید. نازنین تویی؟ نه صدامو برای کی جذاب کردم؟ نه منتظر تماس کسی نیستم. نه آخه کسی پیشم نیست. سلام برسون. نه کتی نیست نازنین، هومنه. هومن سلام برسون. سلام. دیدی؟ بارز سلام میرسونه. میپرسه برای اینکه کشمش های عدس پلو باد کنه باید چیکار کنه؟ بنداز تو یخ کشمش ها رو. میگه بنداز تو یخ کشمش ها رو. میگه عدس ها رو با برنج بپزم یا بدون؟ نه باید جدا بپزه، منتها اینقدری که عدسه پر نشه، کال باشه. بعد لایه لایه بریزه لایه برنج تا خوب جا بیفته. آب عدس هم دور نریزا، هم کلی آهن داره، هم باعث میشه که برنج خوب دم بکشه. آره چیه؟ میگه که عدس رو جدا بپز. آره کال برش دار دیگه، بعد لایه لایه بذار لایه برنج. آره آب عدس میگه آب عدس رو دور نریزی یا پر از آهنه. تشکر میکنه. خواهش میکنه. حالا چی شده که میخوای عدس پلو درست کنی؟ ما هیچ کدوم که دوست نداریم. ناصر؟ تو از کجا میدونی ناصر عدس پلو دوست داره؟ اومده اونجا؟ بهت زنگ زده چی گفت؟ نه با من نگرانی چی هستم، نه فقط پرسیدم چی گفت همین. میگم که میخوای بذاریم برای فردا شب؟ امشب باشه، اصلا هرچی تو میگی باشه. نه من خودمو میرسونم، نگران نباش. باشه خدافظ. میدونی چی شده؟ ناصر زنگ زده بهش باش حرف زده، نازنینم دعوتش کرده واسه شام. میدونی این یعنی چی؟ یعنی چی؟ این یعنی که من وقت ندارم، باید برم. خانم شیرزاد طوری شده؟ بله شما خوبی؟ من خوبم، شما خوبی؟ خیلی ممنون، من داشتم پرونده ها رو مرتب میکردم. بله دارم میبینم. خب من دیرم شده، دارم میرم. هر کی اومد بگید دکتر حالش بد بود رفت خونه. باشه؟ خدا من داده چی شده؟ خانم شیرزاد من طوریم نیست، شما به مریضا اینجوری بگید. باشه؟ گرفتم. خیالتون راحت باشه، این راز بین خودمون میمونه. بچه هیجان انگیز، اصلا میخوای زنگ بزنم به همه مریضاتون بگم رفتین تو کما؟ اصلا خب بگم مردین. خانم شیرزاد هر کی اومد بگید دکتر مریض بود رفت خونه. باشه؟ آجش راستی آقای دکتر سهرابی زنگ زدم. چی کار داشت؟ میخواستم با تو صحبت کنم، مثل که کار واجب داشتم. کی میخواست بیاد؟ الان. شما بهش چی گفتین؟ گفتید نیستم دیگه. نه بهم گفتم نیستی؟ خانم شیرزاد من خدمتتون عرض کردم من عجله دارم خانم. آخه نه که آقای دکتر سهرابی رئیس ساختمونم، من فکر کردم حتما آدم مهم است. خیلی بد شد نه؟ کار بدی کرد دیگه. حالا حرفی که بهش زدید دیگه، شما که این دکتر سهرابی رو نمیشناسید، وقتی میاد یه ریز حرف میزنه. حرفم که نمیزنه، مزخرف میگه. من میدونم دیگه، الان میخواد بیاد اینجا یا قور بزنه یا بگه اجارتونو میبرم بالا. اومد یه جوری خودتون دست به سرش کنید بره. من عجله دارم خانم، خداحافظ. من همین الان داشتم میمدم خدمتون آقای دکتر. خانم شیرزاد گفتن که شما به بنده امری دارید. به محض اینکه یک مستجر خوب پیدا کنم این جسد اینجا بیرون. گفتم از الان به فکر جای تازه باشی. بله شما امری داشتید با بنده، بنده در خدمتون هست. یه کاری دارم باید واسم انجام بدید. یه نفر میخوام بفرستم پیشت برای مشاوره. هر کاری از دستت برمیاد باید واسش انجام بدی. همین که شما به کار بنده اعتقاد دارید برای من کلی ارزش داره. خودتو بیخود بر من لوس نکن.
اگه مظنون بودم 100 سال سراغ تو یکی نمی‌اومدم. بله، بفرمایید. در خدمت. فقط یه چیزایی رو تو این آدم بد بد بگم. خب الان که نمیشه. میخواید فردا صبح تشریف بیارید با هم دیگه راجبش حرف بزنیم. فردا صبح دیره. همین الان بد بد بگم. خب این کار به تمرکز احتیاج داره. اینطوری نمیشه که سر پای آقای دکتر. چرا سر پایی؟ بگی بشین. آخه آقای دکتر من آقای دکتر ما اجازه بدید. هر کی ندونه فهم میکنه میخواد عمل جراحی قلب باز بکنه. پیش مردم من پیش درد دل میکنه دیگه. مگه غیر اینه؟ بله. ببین چی میگم. بفرمایید. اینکه خانومی که میخوام بفرستم پیشه با شوهرش خود اختلاف داره. میخوام باشون صحبت کنی. تو رو فاطمه هر چی. چشم من تمام سعیمو میکنم. نمیخواد سعی تو بکنی. هر چی من میگم گوش بده. بگو چشم. بله چشم. فقط یه توضیحات رو به این خانم بد بده. بفرمایید. این خانم خود بیش از حد عصبیه. نه اینکه آدم بد باشه، خیلی آمدم خوبی، فقط خود زیاد از حد به شوهرش گیر میده. میخوام باهاش صحبت کنیم، دست از این گیر دادنش برداره. بله چشم، البته من هنوز حرفایشون رو نشنیدم. شاید رفتارشون عکس‌العملی باشه به رفتارهای شوهرشون. واسه من حرفای قلم به سرم بندازن. هر چی من میگم بگو چشم. بله چشم. من اینا رو بهتر از تو میشناسم. شوهری بنده خدا هیچ مشکلی نداره. هر چی مشکلی از ایشونه. شوهر دو روز میره سفر کاری و دو ماه حساب پس بده. میخوام با خانم صحبت کنی بگی اینقدر به شوهر شک نکنه. تو سه همه افرا رو خودم میتونستم بهش بزنم. گفتم شاید روانشناسی بهتر باشه. خواهش میکنم شما لطف دارید، ولی آخه وقتی من هنوز حرفای ایشون رو نشینم از کجا بدونم که مشکل ایشون چیه؟ من میگم مشکل از خانم است. باز تو حرف خودت میزنی که. بله شما بهشون بگی تشریف بیارن، من تمام سعیمو میکنم. چشم. آبروی منو پیش اینا نبری. شما خیالتون راحت باشه. خانم شیرزاد. بله بابا. آقای دکتر. خانم محبت بفرمایید برای فردا صبح اول وقت یه وقت مشاوره برای آشنای دکتر سهرابی بزنید. فردا صبح چه مرد حسابی؟ تو راه داره میاد. آقای دکتر من الان کار دارم. حواستم به حرفی که بزدم باشه ها. خراب کنی نه من نه تو. باشه ولی آقای دکتر الان فعلا خدا. آقای دکتر خواهش میکنم. آقای دکتر. دکتر الو دکتر افشار بفرمایید. نازنین تویی؟ نه نه منتظر تماس کسی نیستم. صدامو جذاب نکرد نازنین. خواهش میکنم. ببین راستی ببین میشه قراره امشبو بذاریم برای فردا شب؟ نه خیلی خوب خیلی خیلی خوب باشه 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 خونسرد باشه عصبانی نشه هر چی تو بگی. نه من منتظر کسی نیستم. کسی تو اینو کتی کجا بوده نازنین؟ خواهش میکنم نازنین هیچ کس اینجا نیست. هیچ کس. ببین هیچ صدایی نمیاد. هیچ کس اینجا نیست. سلام آقای دکتر. سمینارم حدی داره. هر هفته که نمیشه رفت سمینار. مثلا شما یه زن، اصلا شما خودتو بذار جای من. شما چیکار میکنی؟ قبل از هر چیزی باید خدمتون عرض کنم که به هیچ کس نباید بگید که شما جای من یا من جای شما. عکس‌العمل هر کسی نسبت به مسائل برمیگرده به ویژگی های روحی تربیتی و خواستگاه اجتماعی اون آدم نسبت به دیگران. ببینید منظور من اینه که شما باید عینک بدبینی رو از چشمتون بردارید و به شوهرتون اعتماد بیشتری کنید و این اعتماد رو سرلوحه زندگیتون قرار بدید و رنگ تازه‌ای به زندگیتون ببخشید. دکتر ببخشید شما تو رادیو حرف نمیزنی؟ بله شما برنامه منو گوش میدید؟ نه بابا کی حوصله داره؟ فقط خیلی بامزه. شما باید سرلوحی زندگی خودتون. بله من فکر میکنم بهتره برگردیم به بحثم. بله ببخشید. میدونید با این اوضاع من نمیدونم چیکار کنم. یعنی اعتمادو چجوری به رو چیز زندگیم سرلوحه سر. بله همین چجوری قرار بدم؟ میدونی این سمینار آخر هفته داره دیوونم میکنه آقای دکتر. ببینید فقط شما کافیه که تصور کنید همسرتون هر هفته داره میره سمینار و وقتی بر میگرده خسته و کوفته انتظار داره که همسرش بهش خسته نباشید بگه و اگه با پرخاشگری باش برخورد بکنه ضربات جبران ناپذیری بر روح و روان اون ممکنه وارد بشه. یعنی آقا دکتر شما فکر میکنی راست میگه؟ خب چرا که نه؟ شاید شغل شوهرتون ایجاب میکنه که هر هفته در سمینار شرکت کنن. خواهش میکنم تشریف ببرید و با رنگ دیگه‌ای به زندگیتون نگاه کنید. بفرمایید.
آخه میدونی چی آقای دکتر؟ وقتی از سمینار برمیگرده لباسش بوی کباب میده. بوی کباب میده؟ بله. خب شاید تو سمینار نهار کباب میدن. من خودم تو خیلی از سمینارها نهار کباب خوردم. اصلا خانم سمیناره و کبابش. آخه یه چیز دیگه هم هست. وقتی برمیگرده پوستش برنزه است. برنزه است؟ بله. شاید مال اینه که سمینار رو تو فضای باز انجام میدن. من خودم تو خیلی از سمینارها بودم که تو فضای باز. اصلا خانم سمینار رو فضای بازش. بله. کارش میکنم یکم مثبت باشید. بفرمایید. آقای دکتر من میخوام مثبت باشم. ولی این سمینارای نصف شب و اورژانسش منو دیوونه کرده. سمینار نصف شب؟ بله. ساعت 2 نصف شب بهش زنگ میزنم میگه سمینار اورژانسیه بلندشو بیا. اینم میره. 2 نصف شب بهش زنگ میزنن میگه بعد این پا میشه میره؟ بله. به شما زنگ نمیزنن که سمینار بلندشین برین؟ اون مقوله مثبت اندیشی رو که خدمتتون عرض کردم شما کلن فراموشش کنید. بله. یک دو سه. درست شد. چه خبر خانم؟ خانم کسروی تماس گرفتن گفتن که ورم دماغشون خوابیده. دیگه انقدرم خوشحالی نداره دیگه؟ نه نداره. خواهش میکنم یه خودو مراعات کنید. بیماره های دکتر نیاز به آرامش داره. یک برای سرش بیارم که دیگه سمینار یادش بره آقای دکتر. من اصلا قصد نداشتم عصبانیتون کنم. باید ببخشید. نه خواهش میکنم. شما برادری کردی. شما چشم منو باز کردین آقای دکتر. همه این مسائل رو میشه با آرامش حلش کرد. بله بله من با آرامش چشاشو درمیارم. میکشم آقای دکتر. خانم ایشون همون خانومی نبودن که دکتر سهرابی سفارش شوهرشو کرده بود؟ چرا خودش بود؟ به نظرم نتیجهش اونی نشد که میخواست. نه اصلا اصلا من داره دیرم میشه باید زود خودمو برسونم خونه. اگه دکتر سهرابی مد یه جور آی دکتر افشار هستن؟ بله خودم هستم بفرمی. سلام. شما بازداشتی؟ بله؟ واسه چی؟ واسه چیشو از اون 10 تا خانومی پرسید که ازتون شکایت کردن. شکایت کردن؟ برای چی؟ اون موقعی که داشتی اخفالشون میکردی بهشون قول ازدواج میدادی باید فکر اینجا را میکردی. بیاره. آقا شما مطمئنید؟ شاید اشتباهی پیش اومده. اجازه بدین یه چیزی فراموش شد. میتونید ببریدش. ما اینجا یه آقا فیروز داریم که بعضی وقتا این آسانسور رو دستکاری میکنه که عمدن تو این طبقه وای نست. بریم با آسانسور پایین بریم. ولی شما دارید در رابطه با من اشتباه فکر. من اصلا اهل این تیپ کالا که شما میگید نیستم. باور بفرمایید. حالا خوب نگاه کن. اصلا این کارو بهت نمیاد. خب قربونت دهنت. من دارم همین رو میگم. حتما تشابه اسمی بوده. این چیزها تو کار شما زیاد اتفاق میفته. آره خب خیلی. حتما تو مورد تو هم اشتباهی به وجود اومده. شک نکنید. حتما همینطور بوده. اصلا میخوای آزادت کنی؟ شما بزرگواری میکنید. ببینید من تو این ساختمون یه دکتر آبرومندم. اگه همکارا و مریضا منو با این وضعیت ببینن میدونید چه آبرویی از من ریخته میشه. خب درسته. خب من دارم میگم شما محبت کنید. این حداقل دستبند رو بازش کنید تا یه موقعی دوستان دچار سوء تفاهم نشن. همین. قول میدی فرار نکنید؟ آخه کجا فرار کنم عزیز من؟ مطبم که اینجاست. آدرس خونم هم خودم تقدیمتون میکنم. من فقط دلم نمیخواد که همکار منو با این وضعیت ببینن. همین همین. قول دادی یا خواهش میکنم مطمئن باشم. ببخش ببخش هر دقیقه اونو بندازون یه دستبر. خواهش میکنم شما دارید با آبروی حرفه‌ای من بازی میکنید. اون موقعی که داشت اون بیچاره رو اخفال میکردی بعد فکر آبروی حرفه‌ایت هم میکردید. حال چیه باز که دارید حرف خودتون رو میزنید؟ من تو عمرم حتی یه مورچه رو اخفال نکردم چه برسه به یه زن. اصولا به نظر من زنها از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردارن و حقوق زنان مسئله‌ای که باید بهش بها داده بشه. رهبا سیاسی هم که هستی؟ سیاسی کدومه؟ ببین هرچی بگی پرونده خودت رو سنگین‌تر می‌کنی. اخفال زنان اونم با انگیزه سیاسی کم جرمی نیست. بریدقم بندازش نمیده جرم سنگین تر از این اصلا شما جرم من به اندازه کافی سنگین هست. بفرمایید اخفال سیاسی ساده رو تبدیل نکن به اخفال سیاسی سنگانه. خدافظ.
کجایی تو؟ برو تو ببینم. باز خوبه حداقل این ساعت روز ساختمون خلوت همیشه. برو دیگه. نیما سلام آقای دکتر. سلام. چی شده؟ چیکار کردی؟ هیچی، یه سوء تفاهم کوچیکه حل میشه. صد بار من بهت نگفتم دنبال کارهای خلاف نرو؟ شما اصلا کی همچین حرفی طالب من؟ حالا من نگفته باشم این دلیل میشه که دنبال خلاف باشی؟ کی میگه من دنبال خلافم؟ میگم یه سوء تفاهم. سرکار ببخشید، باور کنید پسر خیلی بدی هم نیستا. ببین حالا میتونی یه کاری بکنی که همه بشنون. میگم کاری نکردم. همشون همینا میگن. آره عجیبه، من همیشه منتظر یه همچین روزی بودم. ای بابا حالا ای من هیچی نمیگم، این همینطور داره تکرار میکنه. اینجا چه خبره؟ ای بابا آقای نیما رو گرفت. بالاخره کار خودشو کرد. کارمو؟ کدوم کارمو؟ دقت داشته باشید که هنوز جرمی ثابت نشده. واقعا خجالت داری. همینا هستن که دارن ما رو بدنام میکنن. باید جامعه پزشکانو از امثال شما دکتر نما پاک. نگران نباشید آقای دکتر، قانون از شهروندان در مقابل این جنایتکاران محافظت میکنه. شما دیگه داری توهین میکنید. واقعا خجالت نمیکشی؟ نه واقعا خجالت نمیکشی؟ ناسلامتی دکتری یا چه خبر سر صدا؟ میشه منو زودتر ببرید خانم؟ اون چیه دستته؟ ای بابا آخر سر کار خودتو کردی؟ چیزی نیست، چیزی نیست، یه سوء تفاهم کوچیک. کتی خانم خواهش میکنم برگردی سر کارتون. این آقا همسر قبلی بنده بودن. اون موقع که من زنش بودم واقعا آدم خوبی بود. بله خانم، ولی بله یه وسوسه است، وگرنه اینجور خلافا از اولش خلافکار نبودن. البته اینجور چیزا تو ذات آدمه. ایشون هم حتما ژنش داشته. آره ژن مهمه، ژن مهمه. بله. زنم خیلی مهمه. وقتی من زنش بودم خیلی مرد شریفی بود. از موقعی که این خانم جدیده گرفتن نمیدونم چرا این آقا یهویی. نازنین خیلی هم زن خوب. به به، بالاخره گرفتنه. آه همین یکی رو کم داشت. جناب سربان چشم ازش بر ندارین، غافل بشین زده به چاه. چرا داری پرت و پلا میگی مرد حسابی؟ نگران نباشی، گنده تر از ایناش نتونست دست من فرار کنه. از اون چشمای وزغیش معلوم بود که آدم درستی نیست. چشمای من وزغیه. خیلی خوب، راه بیفتیم.